یه مدل کور کردن میخوام یادتون بدم امروز که یه خیلی خط خیلی صاف و قشنگ و تمیز رو به ما میده، اونم اینه که الان من اینجا این کشپاف رو میخوام کور بکنم. این دونه اول فرض میکنیم سر رج باشه، دونه اولمون باشه، این دونه اول رو کاریش نداریم، میگیریمش. دونه بعدی رو از زیر میبافم، این دونه قبلی رو میندازم روی این. به همین شکل یکم توی این مدل کور کردن یکم شلتر باید کار کنین که خط صاف و خیلی زیبایی رو بده، چرا که این میخواد بره توی دوخت و بشه واقعا یه طرز خیلی صاف و مخفی رو باهاش ایجاد کرد. خب یه بار دیگه انجام بدیم ببینین. اگه فرض کنین این سر رج باشه که البته همین جور ادامه میدیم، این دونه‌ای که نخ بهش وصله، این دونه بعدی رو از زیر میبافین، این دونه قبلی رو اینطوری میندازین روش. ببین فرقی نمیکنه دونه‌ای که داره بافته میشه زیرش چی بوده، زیر بوده رو بوده، کلن از زیر اون دونه‌ای رو که میخواین کور کنی از زیر. امیدوارم که از این روش کور کردن تو بافتنیاتون استفاده کنین. ببینین یه دونه زی اینو میندازم. یه دونه زیر. اینجا یکم میلای من زخیمه، یکم ببین به همین راحت یه شلتر باشه. توی پست‌های بعدی کلاه مردونه یادتون میدم. این کلاهی هم که گلدوزیش تموم شد، انجام شد، این کلاهی هم که توی پست‌های قبل دیدینش که گلدوزیش هم با لایه آب شور انجام دادیم اگه دیده باشین. من تصمیم گرفتم که یه ویدیوهایی از کارهای هنری که بلدم براتون بگیرم و به اشتراک بذارم، ایشالله که به کارتون بیاد.